چقدر خوبه که من یه خیاطم، چون میتونم این آسیب مزونی خوشگل رو هم برای خودم بدوزم هم به شما یاد بدم. چی بهتر از این که از همین الان بدونم برای عیدم چه آستینی برای مانتون بدوزم؟ این همه آسیب مزونی یاد گرفتی، تازه بازم میخوای یاد بگیری؟ تا آخر این پست حتما همراه هم باش، این قلب سفیدم قرمز کن که بتونی بقیه آموزش ها رو ببینی. بریم آموزش رو ببینیم. برای این آستین ما یه حالت حلزونی شکل روی قسمت جلوی آستینمون در قسمت این وسط آستین داریم. اول از همه باید بدونیم که ما یه خط برشی داریم که باید کمی بالاتر از خط آرنج باشه که من میام حدود 3 سانت تا 5 سانت هر اندازه که دوست داشتید میایید بالا و جدا میکنید. این قسمت جدا میشه. برای قسمت پایین من میام این قسمت مچم رو هم برای جلو هم برای پشت هر کدوم رو نصف میکنم و عمود میام بالا. این خط هم برش میشه. اون حالت حلزونی که داریم باید بین این دوتا دوخت بشه، یعنی یه سمتش اینجا میاد یه سمتش اینجا میاد و بهش وصل میشه. حالا من برای اینکه بتونم حالت حلزونی خودم رو بیام طراحی بکنم، میام اول از این دو طرف که اینجا برش خورده قبل از اینکه برش بزنم 3 سانتی اینجا میام بالا، 3 سانتی هم اینجا میام بالا. از این قسمت بالا میتونم به اندازه 13 سانتی 15 سانتی هر اندازه‌ای که بخوام پایین میام. میام اینجا به این صورت، به این صورت اینجا هلالش میکنم و به اینجا وصل میکنم به این صورت. خیلی مهم نیست چجوری طراحی بکنید، ما حالا بهتون میگم چرا. و بعد میام این قسمت رو دارم هاشور میزنم رو کپی میکنم. ببینید من نیاز به کپی اینجا دارم و برشی که اینجا هست. بعد از اینکه این تکه ها رو برش زدم و این رو کپی کردم، این قسمت ها رو فعلا میذاریم کنار، اینا رو دورریز نداریم، اینا رو نگه میداریم، میایم برای این قسمت. برای این حالا میایم چیکار میکنیم؟ بهش عوض ما میدیم، میایم چند تا برش ایجاد میکنیم. میتونیم مثلا چند تا خط، 2 تا 3 تا خط براش ایجاد کنیم، یکم خط وسط یکم برای جلو. حتما هم رونویسی کنید که کدوم مال جلوه و کدوم مال پشته، اینا خیلی مهمتره. میام حالا از پایین طوری برش میزنم که از بالا جدا نشه. و از ما دادن میایید روی کاغذتون یه خط عمود بر هم رسم میکنید، یا اینکه این کنج گوشه کاغذتون رو در نظر میگیرید، یه سمت از این زل رو میذارید این طرف، یکی دیگه باید بره روی این قائمه. ببینید اینقدر تنظیم کنید که دقیقا روی قائمه قرار بگیره به این صورت و میایید به دو طرف چسب میزنید. بعد از اینکه این خط عمود رو درست کردید، حالا میایید این قسمت رو تنظیم میکنید طوری که این عوض مانی که این دو طرف هست و این وسط هست یه اندازه بشه که وقتی خط وسطش رو میخوام پیدا کنید قسمت جلو و قسمت پشت یه اندازه بشه. پس به این موضوع دقت بکنید. درسته که ما به این عوض مان خیلی نمیخوایم زیاد دقتی داشته باشیم که دقیقاً چقدر باشه و همین حالت 90 درجهش کافیه، ولی باید چون خط وسط مشخص بشه برای همین مهمه که این سه قسمت یه اندازه باشه. ببینید این قسمت رو من اومدم هلالش رو طراحی کردم، اوکی کردم. برای قسمت پایین ما دیگه اصلا احتیاجی نداریم که اینو دقیقاً کجاست، فقط باید اول خط وسطمون رو داشته باشیم. خط وسط رو که مشخص کردیم، از این قسمت بالا همون اندازه که ما اومده بودیم پایین اومدیم اینو طراحی کردیم، اینجا گفتم 13 تا 15 سانتی میایم پایین، هر اندازه که بود میایم پایین. ببینید هر اندازه‌ای که برای اینجا بود اومدیم پایین. حالا باید بیایم یه طوری به این دو طرف وصل بکنیم، اما برای طراحیش باید بدونید که اول از همه میایید به اندازه 2 تا 3 سانت عمود میایید. ببینید 3 سانت اینجا عمود بیا، 3 سانت هم اینجا. این اولش که اینجا حالت عمود به دو طرف هست، حالا میام اینا رو به صورت یه هلال ملایم به این دو طرف وصل میکنم. ببینید به این صورت. این شد طراحی قسمت پایین که باید برش بخوره. ببینید این الان قسمت حلزونی که باید وصل بشه، درست؟ اینو دقت بکنید که شما میتونید به جای که این کار رو انجام بدید بسته به اندازه این قسمت فرمول کلش رو پیاده کنید، یعنی یک سوم این اندازه منهای یک رو به دست بیارید و دقیقا همین شکل به دست میاد.
یا فرمول اگه میخواید که حالت کلوشش کمتر باشه میتونید از فرمول نیم کلوش استفاده کنید، هر کدوم که دوست داشته باشید، که این کار راحت تر بود بدون اینکه بخواید از فرمول چیز استفاده بکنید، این کار خیلی راحت تر بود. حالا برای دوختش این قسمت نیاز به دو تاست، یعنی یه دونه کوتاه‌تره، یعنی شما علاوه بر این یه دونه دیگه عین همینو کپی میکنید منتها 2-3 سانتی کوتاه‌تر از این که قسمت قدش کوتاه‌تر باشه. شما باید از هر کدومش دو بار برش بزنید که یکی آستر خودش بشه و این قسمت مغزی دوزی بشه. ببینید این قسمت هلال باید مغزی دوزی بشه، برگردونده میشه، اتوکشی میکنید و آماده میکنید. اونی که کوتاه‌تر از این هست رو هم همینطور مغزی دوزی میکنید، برمیگردونید، اتو میکنید و از این قسمت دوتا تیکه رو به هم وصل میکنید. حالا میایید این قسمت، این قسمتی که شما دارین، میایید این قسمت رو اینجا رو به اینجا دوخت میکنید، اینجا رو میایید به اینجا دوخت میکنید. این قسمت هلال باید اندازه اینجا باشه. شما اینو به دو طرف دوخت میکنید، بعد اینکه دوخت کردین این قسمت رو میایید بهش وصل میکنید و همینطور این قسمت رو. میبینید که این قسمت حالت حلزونی خودش رو میگیره. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید میایید به قسمت بالای آستین دوخت میکنید و بعدش هم درز آستین رو دوخت میکنید. به همین سادگی میتونید این کار رو انجام بدید. من تمام نکات رو بهتون گفتم، مغزی دوزی و دولایه بودنش هم فراموش نشه و حتما هم باید سجاف براش مشخص بشه که عین خودشه، میتونه از خود پارچه خودش باشه یا از هر جنس دیگه. این هم از آموزش جذابمون. آستین مزونی بعدیمون فوق‌العاده زیباتر از اینه، شکی توش نیست. حتما منتظر آستین مزونی بعدی باش. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.